یوحنا فصل دهم. به یقین بدانید هر که از در به آغل گوسفندان وارد نشود بلکه از راه دیگری بالا برود او دزد و راهزن است. اما کسی که از در وارد شود چوپان گوسفندان است. دربان در را برای او باز می کند و گوسفندان صدایش را می شنوند. او گوسفندان خود را به نام می خواند و آنان را بیرون می برد. وقتی گوسفندان خود را بیرون می برد خودش در پیشاپیش آنها حرکت می کند و گوسفندان به دنبالش می روند، زیرا صدای او را می شناسند. به دنبال آدم ناشناس نمی روند بلکه از او می گریزند، زیرا صدای بیگانگان را نمی شناسند. عیسی این مثل را برای ایشان آورد ولی آنها مقصد او را نفهمیدند. پس عیسی بار دیگر با آنها گفت: به یقین بدانید که من برای گوسفندان در هستم. همه کسانی که پیش از من آمدند دزد و راهزن بودند و گوسفندان به صدای آنان گوش ندادند. من در هستم. هر که به وسیله من وارد شود نجات می‌یابد و به داخل و خارج می‌رود و علوفه پیدا می‌کند. دزد می‌آید تا بدزدد، بکشد و نابود سازد. من آمدم تا آدمیان زندگی یابند و آن را به طور کامل داشته باشند. من چوپان نیکو هستم. چوپان نیکو جان خود را برای گوسفندان فدا می سازد. اما مزدوری که چوپان نیست و گوسفندان به او تعلق ندارند، وقتی ببیند که گرگ می آید گوسفندان را می گذارد و فرار می کند. آنگاه گرگ به گله حمله می کند و گوسفندان را پراگنده می سازد. او می گریزد چون مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من چوپان نیکو هستم. من گوسفندان خود را می شناسم و آنها هم مرا می شناسند. همان طور که پدر مرا می شناسد من هم پدر را می شناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا می سازم. من گوسفندان دیگری هم دارم که از این گله نیستند. باید آنها را نیز بیاورم. آنها صدای مرا خواهند شنید و یک گله و یک چوپان خواهند شد. پدرم مرا دوست دارد، زیرا من جان خود را فدا می کنم تا آن را بار دیگر باز یابم. هیچ کس جان مرا از من نمی گیرد. من به خواهش خود آن را فدا می کنم. اختیار دارم که آن را فدا سازم و اختیار دارم آن را باز به دست آورم. پدر این امر را به من داده است. به خاطر این سخنان بار دیگر در بین یهودیان دو دستگی به وجود آمد. بسیاری از آنان گفتند: او روی ناپاک دارد و دیوانه هست، چرا به سخنان او گوش می دهید؟ دیگران گفتند: کسی که دیوانه است نمی تواند این طور سخن بگوید. آیا روی ناپاک می تواند چشمان کور را باز نماید؟ وقتی عید تقدیس در اورشلیم فرا رسید زمستان بود و عیسی در خانه خدا و در داخل رواق سلیمان قدم می زد. یهودیان در اطراف او گرد آمدند و از او پرسیدند: تا کی ما را در شک می گذاری؟ اگر مسیح هستی آشکارا بگو. عیسی گفت: من به شما گفتم اما شما باور نمی کنید. کارهایی که به نام پدر انجام می دهم بر من شهادت می دهند. اما شما چون گوسفندان من نیستید ایمان نمی آورید. گوسفندان من صدای مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و آنها به دنبال من می آیند. من به آنها زندگی ابدی می بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست من بگیرد. پدری که آنان را به من بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچ کس نمی تواند آنها را از دست پدر من بگیرد. من و پدر یک هستیم. بار دیگر یهودیان سنگ برداشتند تا او را سنگسار کنند. عیسی با آنها گفت: من از جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام دادم. به خاطر کدام یک از آنها مرا سنگسار می کنید؟ یهودیان در جواب گفتند:
برای کارهای نیک نیست که می خواهیم تو را سنگسار کنیم، بلکه به خاطر کفر توست. تو که یک انسان هستی ادعای خدایی می کنی. عیسی در جواب گفت: مگر در شریعت شما نوشته نشده است که شما خدایان هستید؟ اگر خدا کسانی را که کلام او را دریافت کردند خدایان خوانده است و ما می دانیم که کلام خدا هرگز باطل نمی شود، پس چرا به من که پدر مرا برگزیده و به جهان فرستاده است نسبت کفر می دهید وقتی می گویم پسر خدا هستم؟ اگر من کارهای پدرم را به جا نمی آورم به من ایمان نیاورید، و اما اگر کارهای او را انجام می دهم، حتی اگر به من ایمان نمی آورید به کارهای من ایمان بیاورید، تا بدانید و مطمئن شوید که پدر در من است و من در او. پس بار دیگر آنها می خواستند او را دستگیر کنند، اما از نظرشان دور شد. باز عیسی از دریای اردن گذشته به جایی که احیا قبلا تعمید می داد رفت و در آنجا ماند. بسیاری از مردم پیش او آمدند و گفتند: یحیی هیچ معجزه ای نکرد، اما آنچی او درباره این مرد گفت راست بود. در آنجا بسیاری به عیسی گرویدند.